سلام و وقت شما بخیر. شما بیننده زیربنا از آریانا نیوز هستین و من سمیرا شجاع هستم. توجه کنید به مهمترین رویدادهای اقتصادی این هفته. برای نخستین بار تمامی مردم می توانند معلومات درباره پروژه های زیربنایی وزارت ترانسپورت را در سراسر کشور به دست بیاورند. وزارت ترانسپورت می گوید که با ایجاد این سیستم شهروندان می توانند تمامی کاستی هایی را که در پروژه ها مشاهده می کنند و به صورت مستقیم با این وزارت شریک سازند. وزارت ترانسپورت از ایجاد سیستم ارائه معلومات در مورد مدیریت پروژه ها خبر می دهد. این سیستم در 2 سال تکمیل گردیده و ایجاد آن می تواند در شفافیت، حسابدهی از پروژه ها و جلوگیری از فساد کمک کند. با ایجاد این سیستم شهروندان می توانند تمامی کاستی ها در مورد پروژه های زیربنایی را ثبت کنند و به شکایت هایشان رسیدگی صورت گیرد. این سیستم از خود یک داشبورد دارد که معلومات عمومی تمام پروژه های وزارت در او درج است. به صورت عمومی چند پروژه ما داریم، در کدام بخش، در کدام ولایت، در کدام ولسوالی، ارزش از این پروژه ها چقدر است، فیصدی کار از این پروژه ها چی است، مشکلات از این پروژه ها چی است. آقای یاری می افزاید که معلومات پروژه ها همه روزه در این سیستم بروز خواهند شد و می تواند در راستای نظارت و اداره از پروژه ها کمک زیاده کند. بر اساس از این سیستم مردم ما میتونند که حساب بخواهند از وزارت، از ما، از همکارای ما که پروژه هایشان به وقت تکمیل میشه، به مطابق معیارها و استانداردها تکمیل میشه، یعنی اگر مشکلاتی هم باشه ما را در جریان میمونند. پیشتر مردم از عدم نظارت کار پروژه های عمان نگران بودند که به باور آنان باعث می شد که این پروژه ها کیفیت بهتر نداشته باشد. عدم هماهنگی نظامیان بغلان باعث تداوم جنگ بندش راه ها، افزایش ایستهای بازرسی طالبان در مسیر بزرگ راه ها و بلند رفتن قیمت مواد خوراکی در این ولایت شده است. رئیس شورای ولایتی بغلان و مسافران شمال میگویند که شهر پل خمری از چند روز بدین سو در محاصره طالبان است، ولی حکومت مرکزی کمترین کار را که سبب شکست طالبان و باز شدن راه‌ها شود انجام نداده است. رئیس شورای ولایتی بغلان عدم هماهنگی میان نظامیان این ولایت را انتقاد کرده و نگران است تداوم جنگ، افزایش ایستهای بازرسی طالبان در مسیر بزرگراه‌ها و پیشروی این گروه در بغلان است. متاسفانه امکاناتی را که ولایت نیاز داره اردوی ملی ما امو امکانات در اختیار نداره. آنمو امکانات ناچیز، ولی پلیس ما در بین پلیس ما یک ناهماهنگی از سطح رهبری تا پایین شروع. مسافران شمال که در محاصره طالبان در پل خمری گیر ماندند از افزایش قیمت مواد خوراکی نیز شکایت دارند. پیسه نان ندارن، پیسه نان ندارن بیچاره. همین جا خانه ملت آورد با ما برای یک چای میده، یک نان میده، و از طرف حکومت با ما هیچ چیز کمک نکرده. این مسافران مسئولان حکومتی بغلان را متهم به بی‌کفایتی کرده، گفتند که آنان حتی توان باز کردن راه و برداشتن ایستهای بازرسی طالبان را از مسیر بزرگراه‌های این ولایت ندارند. داشته که لگای 10 نفر طالب برآمده استاد است، یک قطعه نه از کابل میرسند نه از مرکز نزدیک. یک والی بی‌کفایت آوردن، والی بغلان تاختن که کرکت بورد کار میکرد، یک قماندان امنی بی‌کفایت که اصلا در بغلان امنیت آورده نمیتونه، با چارکوری بغلان بلد نیست. ملت است و اینی مردم است و اینی عملی دولت فعلی ماست که را برای ترافیک، برای مردم، برای تمام بسته و مردم در این چگه حالت سردرگمی قرار دارد. از سوی هم باشندگان بغلان میگویند طالبان مسلح دند غوری شهر پل خمری را هدف حملات راکتی خود قرار دادند و از این رو نیاز است که حکومت مرکزی و ارگانهای امنیتی قبل از سقوط پل خمری و بروز فاجعه دست به کار شوند.
پس از 5 روز نبرد و چالش ها در شهر کندوز و امنیتی بهبود یافته و مردم به زندگی عادیشان برگشتند. در حمله گروهی روز شنبه هفته جاری طالبان بالای شهر کندوز آب، برق، شبکه های مخابراتی و خدمات بانکی را قطع کرده بودند و اکنون هم بانک ها در این ولایت بستند. باشندگان و اعضای شورای ولایتی میگویند وضع امنیتی در شهر بهتر است، اما از حضور طالبان در نزدیک شهر نگران هستند. در حالی که شهر کندوز حالتی عادی را به خود گرفته، تمام دکان‌ها در این ولایت باز است. هنوز هم مشکلاتی چون نبود خدمات بانکی و تهدید امنیتی در بازارها وجود دارد. باشندگان کندوز با دلهره از این وضعیت از حکومت خواهان عقب زدن طالبان از حومه‌های شهر کندوز هستند. وجود بیشتر مسئولینی که در رأس همین دولت قرار دارند و می‌خواهند که امنیت خوبتر و بهتر شود، باید نسبتاً دورتر از شهر یا پست‌های را بسازند. نسبت به روزهای 3 روز یا 4 روز پیش که تهدیدات جدی امنیتی وجود داشت، فعلا اون مشکل جدی امنیتی وجود نداره، ولی هنوز هم تهدیدات با برجاست رفع نشد. اعضای شورای ولایتی تامین امنیت در شهر کندوز را بسنده نمیدانند و میگویند در کنار اینکه تهدیدات گسترده از حضور طالبان در اطراف شهر وجود دارد، مشکلات مانند است بررسی طالبان در بازارها و نبود خدمات بانکی وجود دارد و بانک ها از ترس بدتر شدن وضع امنیتی تا کنون به فعالیت هایشان شروع نکردند. یک امنیتی نسبی در امروز ما در شهر حاکم میبینیم، اما تشویش و نگرانی مردم هنوز پابرجا هست، چرا که هنوز دشمن در نقاط بسیار نزدیک اطراف شهر و حتی در خانه های مردم هنوزم موجود هستند. مقام های محلی از اتخاذی آمادگی برای تامین امنیت شهر اطمینان میدهند و میگویند به زودی عملیات تصفیهوی را بر ضد طالبان در اطراف شهر را اندازه میکنند. نن سحر در کندوز شهر خلق و ادارات و هټیوال او خپل کاروبار په نورمال توګه شروع کړای دی. په ښار کې کوم امنیتي جدي ستونزه نه لیدل کیږي. ټول امنیتي ځواکونه په پوره میړانې سره د خلکو دفاع لپاره چمتووالی لري. در کنار این دو روز میشود ولسوالی های خان آباد و امام صاحب کندوز گواهی حملات طالبان است. به گفته مقام ها عملیات تصفیهی در این ولسوالی ها جریان دارد و نیز در این عملیات به طالبان تلفات وارد شده است. نسبت به چند روز پیش وضعیت در شهر کندوز به حالت یادی برگشته. قسمی که دیده می شود تمام دکان‌ها باز است در شهر کندوز و مشکلاتی که از نبود شبکه های مخابراتی، برق و آب بود در کندوزی حل شده و فعلا هم مردم به حالت یادی زندگیشون ادامه می دن. اما مشکلاتی وجود داره که همه شب بازگاه های اطراف شهر کندوز گواهی حملات طالبان است که مثلا مردم نگران کرده و از حکومت میخواین که باید که عملیات هایشون گسترش بدن تا هیچ تهدیدی برای شهر وجود نداشته باشه. نصرت الله ابراهیمی، آریانا نیوز، کندوز. گذرگاه تورخم پس از این به گونه 24 ساعته برای افغانستان باز خواهد بود. مسئولان پاکستانی میگویند که هدف از این اقدام گسترش روابط بازرگانی میان دو کشور است. وزارت صنعت و تجارت کشور با استقبال از این اقدام پاکستان میگویند که افغانستان میخواهد تا با تمام همسایه های خود روابط خوب بازرگانی داشته باشد. مسئولان پاکستانی گذرگاه تورخم را روز دوشنبه به گونه 24 ساعته باز کرد و تاکید کرده اند که این کار برای یک هفته آزمایشی خواهد بود، اما داشتن ویزا برای عبور از این گذرگاه برای اتباع افغانستان ضروری است. این مسئولان تاکید دارد که نخست وزیر عمران خان پس از یک هفته این گذرگاه را افتتاح خواهد کرد و پس از آن برای همیش برای افغانها باز خواهد بود. وزارت صنعت و تجارت از این اقدام استقبال می کند. پاکستان یکی از شرکای مهم تجارتی ماست. ما می خواهیم که رابط خوبتر داشته باشیم تا اینکه سهولت ها برای تاجران ما ایجاد شود. سکتور خصوصی نیز می گوید که باز بودن گذرگاه تورخم به گونه 24 ساعته می تواند برای رفت آمد مردم و اموال بازرگانی مؤثر تمام شود. امیدوار هستیم که دولت افغانستان هم
حداقل بتونه در قسمت انتقالات و صادرات کالاهای افغانستان از طریق پاکستان یا ترانزیت یا به خود پاکستان، اگر میوه‌جات ما هست، اگر سنگ ما هست، حداقل در این راستا هم دولت باید فشار را وارد بکنه. ما این قدم پاکستان را به خیر میبینیم و خیر هر دو ملت میبینیم، به خاطر از اینکه هر قدری که زمان کاری زیاد شوه به مقدار بیشتر تبادلات کالاها صورت میگیره از این بندر و هم مفاد مردم افغانستان خواهد بود و هم مفاد مردم پاکستان. آگاهان نیز تأکید دارند که مشکلات موجود بازرگانی میان دو کشور باید حل شوند. دغه دروازه پرانستل چلی سطح دول د دوارو هیوادونو، بلکه د دوارو هیوادونو دولسونو پا گرده ده. زکه خصوصی سکتور ده، سوداگر ده چه خلکو تا ده کار زمینه مسایده، که اخوای کده خوای. حکومت افغانستان از پاکستان خواهان گسترش در روابط بازرگانی است، اما به گفته مسئولان راههایی را بدون پاکستان دریافت کرده اند که از آن طریق صادرات داشته باشند. نمایشگاهی زیر نام تکنولوژی و مخابرات در کابل گشایش یافت. در این نمایشگاهی سه روزه، افزون بر شرکت‌های مخابراتی داخلی، شماری از شرکت‌های مخابراتی ایرانی نیز تولیدات خود را به نمایش گذاشته بودند. اداره تنظیم خدمات مخابراتی می‌گوید که در بخش مخابرات برای سرمایه‌گذاری فرصت‌های خوب مهیا است. شماره از شرکت‌های افغانی و ایرانی در اینجا تولیدات و شیوه‌های ارائه خدمات مخابراتی را به نمایش گذاشته اند. بر اساس معلومات اداره تنظیم خدمات مخابراتی، در بخش خدمات مخابراتی سرمایه‌گذاری‌های زیاد صورت گرفته و در بخش خایبر نوری 60 شرکت دیگر جواز گرفته اند. در افغانستان هم رقم که مستحضر هستید، 5 شرکت مخابراتی داریم که در سطح ملی خدمات عرضه می‌کنند و در سطح شرکت های آی اس بی هم تعداد زیادی را جواز فعالیت دارند و در سطح ملی بیش از 60 جواز عرضه شده و شرکت ها در خدمات در شهروندان عرضه می کنند و بیشتر از 20 میلیون سابسکرایبر موجود است که از خدمات مخابراتی مخصوصا استفاده می کنند. سفیر ایران در افغانستان میگوید که ظرفیت‌های خوبی در هر دو کشور وجود دارد که برای رشد روابط از آنها باید استفاده شود. این نمایشگاه یک نقطه آغاز باشه و ما شاهد این باشیم که استمرار این قبیل تعاملات در قالب‌های مختلف رو هم در افغانستان و هم در ایران بین به ویژه بخش‌های خصوصی دو طرف شاهد باشیم. شماره از مسئولان شرکت‌هایی که در این نمایشگاه شرکت کرده اند میگویند که برگزاری این چنین نمایشگاه ها سرمایه گذاری در کشور را افزایش می دهد. فروشات ما بهتر شده و همچنان مشتریای ما پیش ما راضی است. به نظر من مشکلی که وجود داره اینی که ما تصویر درستی از وضعیت سرمایه گذاری تو افغانستان نداشتیم. این سفر رو که اومدیم خیلی برامون جالب بود که سرمایه گذاری خیلی آسون هست تو افغانستان و خیلی از محدودیت ها و ممنوعیت هایی که تو کشورهای دیگه هستش ما اینجا نداریم. بر اساس معلومات وزارت مخابرات، در بخش تکنولوژی معلوماتی و فایبر نوری بیش از 2 میلیارد دلار سرمایه گذاری شده است. منبع افزوده که برای ارائه خدمات بهتر تکنولوژی معلوماتی و مخابراتی فرصت های خوب دیگری برای سرمایه گذاری وجود دارد. وزارت صنعت و تجارت تلاش دارد تا صادرات میوه‌های تازه را از طریق بندر چابهار افزایش دهند. مسئولان در این وزارت می‌گویند که یک محموله میوه تازه از راه چابهار به هندوستان ارسال شده و قرار است یک محموله دیگر شامل سیب، انگور و دیگر میوه‌های تازه هم به هندوستان ارسال شود. آنان می‌افزایند که هدف فعال نگه داشتن دوامدار بندر چابهار است. وزارت صنعت و تجارت از صادرات میوه تازه از طریق بندر چابهار به هندوستان خبر می دهد. به گفته مسئولان این وزارت، سکتور خصوصی یک محموله انگور را از مایشی از این راه به هندوستان ارسال کردند که به مقصد رسیده است. می تونیم که میوه تازه خود بعد از این از طریق چابهار به هندوستان صادر بکنیم. ضمن از اینکه ما دیگر کالاها را تا هنوز صادر کردیم، یعنی میوه خشک، همچنان
سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی را و ماش و بعضی از اقلام مهم دیگر را. به باور مسئولان اتاق تجارت و سرمایه گذاری، هندوستان برای میوه های افغانستان بازار خوبی است. یکی از معمول های صادراتی دیگه افغانستان که شامل انگور می باشه از طریق بندر چابهار به بندر نیواشیبای هندوستان صادر شد که ای هم بالای صادرات کشور تأثیرات بسزا دارد. مسئولان در اتاق صنعت و معادن خواهان افزایش صادرات تولیدات افغانستان از طریق چابهار اند. همین راه چابهار است و این بهترین گام و این یک موضوع بسیار حیاتی و مهم است برای افغانستان. به خاطر از اینکه شما در جریان هستین که پاکستان کالاهای صادراتی از افغانستان یا از این به افغانستان یا از افغانستان به این یک مسیری که از طریق پاکستان هست، پاکستانی را مسدود کرده یا هیچ وقت به او حالته که باید صادرات چه با واردات چه از طریق پاکستان بنا به دلایل سیاسی مشکل هست. آگاهان اقتصادی نیز خواهان افزایش صادرات تولیدات کشور از طریق بندر چابهارند. به باور آنان با استفاده از بندر چابهار روابط اقتصادی و بازرگانی افغانستان با کشورهای جنوب آسیا گسترش می‌یابد. هیئت اصولی وزارت زراعت برای بازدید از پروژه‌های زراعتی و بهتر شدن وضعیت زراعت به ولایت بلخ آمدند. معین مالی و اداری وزارت زراعت میگوید که امسال 1,500,000,000 افغانی بودجه انکشافی در بخش توسعه زراعتی در ولایت بلخ هزینه شده است. در سفر هیئت این وزارت 8 پروژه به هزینه 150,000,000 افغانی در بخش های مرغداری، آبیاری، جنگلات و کانال گشایش یافت و به بهره برداری رسید. وزارت زراعت برنامه جدید اشتغالزایی از جمله پروژه انکشاف مرغداری را برای خودکفایی بانوان روی دست گرفتند. اینجا در روستای کمپ سخی ولسوالی نهرشاهی 50 فارم مرغداری از سوی پروژه ملی باغداری و مالداری وزارت زراعت برای 50 بانو از سوی معین مالی و اداری وزارت زراعت افتتاح و به بهره برداری سپرده شد. امسال در ولایت بلخ وزارت زراعت 1,500,000,000 افغانی بودجه انکشافی داشته که در بخش زراعت از انکشاف زعفران، انکشاف باغات انگور، انکشاف پسته و هم در بخش مدیریت آب که یکی از مسائل فوق العاده مهم است. بانوان نیز در تلاش بهبود وضعیت اقتصادی خانواده های خود اقدام به ایجاد فارم های مرغداری کردند. در هر فارم 500 قطع مرغ گوشتی نگهداری می شود و ایجاد این فارم ها 57,000,000 افغانی هزینه برداشته است که 37,000,000 آن از سوی وزارت زراعت و 20,000,000 دیگر آن از سوی فارمداران پرداخت شده است. این مرغداری توسط خانوما بود و اساتیدش هم خانوما بود، شاگرداش هم خانوما بود و مالک قطعه مرغداری هم خانوما است. بسیار خوش هستیم، بسیار راضی هستیم. در اقتصاد خانواده ما بسیار کمک خوب کرده، بسیار از نگاه مالی بگی از نگاه اقتصادی بگی بسیار راضی هستیم، بسیار خوب. خانواده‌ای که در سطح قریه جا زندگی میکنن اونا توانایی را ندارن که برای آینده بیرون کار کنن، وظیفه اجرا کنن و یا سطح سوادشان نمیره ایجاب نمیکنن. بنان عمیق پروژه‌ای که تطبیق میشه برای از اونا از طریق پروژه مرغداری یا مالداری از گاو از گوسفند است، خیلی از خرسند هستن و خیلی خوشنود هستن از این پروژه و برشان خیلی در اقتصاد خانواده‌شان کمک کرده. در همین حال مسئولان وزارت زراعت میگویند در این سفر 8 پروژه را به هزینه 150,000,000 افغانی در بخش‌های مرغداری، آبیاری، جنگلات و کانال در ولایت بلخ افتتاح و بهره برداری کردند. خوب بیننده های عزیز، این بود مهمترین رویدادهای اقتصادی این هفته. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.